سازمان عفو بین الملل میگوید تحقیقاتش نشان میدهد عناصر طالبان در ولایت دایکندی دست کم 13 نفر از قوم هزاره از جمله یک دختر 17 ساله را به قتل رساندند عفو بین الملل گفته این قتل ها جنایت جنگی شمارده می شود این قتلها در سیوم آگوست در ولسوالی خدیر ولایت دایکندی رخ داده که یازده نفر از قربانیان اعضای سابق نیروهای امنیت ملی افغانستان و دو نفر غیر نظامی بودند بر اساس شهادت شاهدان عینی سنی تندروی طالبان در دایکندی نه تن از نظامیان دولت پیشین را پس از تسلیم شدن بدون محاکمه اعدام کردند. اگنس کالامارد دبیر کل عفو بین گفته این ادام, خون، این ادام های خون سرد ثابت می کند که طالبان مرتکب همان سو های وحشتناکی می شوند که در دوران حکومت قبلیشان در افغانستان انجام دادند. دبیر کل عفو تأکید تاکید کرده طالبان باید فورا از این اقدامات انتقام جویانه و وحشانه دست کشیده و اطمینان حاصل کنند که کارکنان دولت سابق و خانواده های آنها می توانند با خیال راحت در افغانستان زندگی کنند مقام های محلی طالبان در دایکندی هر گونه قتل خودسر توسط نیروهای خود را تکذیب کردند طالبان اخیرا در دایکندی متهم به کوچ اجباری ساکنان بومی این ولایت که شیعیان هزار هستن نیز شدهاند.